خب دوستان عزیز دیروز بعد از 73 سال برای اولین بار در المپیک در رشته تیراندازی با تپانچه بادی بالاخره یک شیرمرد ایرانی تونست مدال طلا رو برای ایران بگیره کسی نبود جز آقای جواد فروغی که خیلی سر صدا شد چون ایشون مدال طلای خودش رو تقدیم به واقعا انسان بزرگی چون آقای خامنه ای کردن و به خیلی فشار اومد که حالا در صحبت میکنیم این بنده خدا رو فیلم اینجا مدالی که گرفته رو داشته باشیم با هم رشته تپانچه بازی ده متر برای جواد فیلم رو ببینیم و بعدش من بررسی میکنم که چه حملاتی به ایشون شده فروغی عزیز فکر کنم کم کم میتونیم با صدای ورزشگاه خب لحظه پیروزیش هم نشون بدم. بگم این البته صحبتیه که قبلا توی سلاسیما کرد بگیم حمله به ایشون بابت اینه که ایشون در بخش پرستاری مدافعان وطن در سوریه حضور داشته دو سال در جنگ سوریه به عنوان یک در حقیقت پزشک اونجا بوده و الان هم سر کرونا ایشون جز مدافعان سلامتی هستن حالا اینجا رو داشته باشیم رشته بنده تپانچه بادی هست و در میت همکاره دیگه همون در همین رشته بود بچه های توفنگ انشالله ما حدود هشتاد روز دیگه تقریم شاید. حالا یکی دو روز این برور چون لازم خواهیم بود در مسابقات المپیک بنده می داشته رو حالا مثل حالا درس قابل از عزیزان که چه حاضر هستن چه میشتم صد صدر بنده رو به صورت اتفاقی بود البته بنده بی علاقه به این رشته نبوده و نیستم و من گفتم حتی اگر یه روزی بالاتر مقام مملکت هم به دستم بدن دوست ندارم پرستاری حتی یک شب در ماه هم شده بیل کنم بیمار داعشی هم داشتی؟ بنده به شخص بله من داشتم شد یا بگی بزنم نیست نه باور من خودم با اصرار با اصرار با تندی داشتم با اونایی که مثلا نمیذاشه من برم داخل با اصرار و با تندی از اون صد میشدم که اجازه بده من برم پیش اونو به اون برسم دید خوبی نسبت بهش ولی وظیفه من میگفت حالا این کار دین که به این مجروح است میبرید تموم شد بزنیم, ده بزنیم ده جواد فروغی بابت اینکه در بیمارستان سپاه هم پرستار هست کلی اومدن علیه ایشون پروپاگاندا کردن تصویرشون میخوام بهتون نشون بدم اینجا مدافع سلامت هم میشون هستن سر کرونا هم خیلی زحمت کشیدن یه نکته خیلی جالبی بود شروع کنه آقا این سپاهیه آقا تو این رشته ما حتی در دوران شاه هم مدال نیاوردیم بد نگیر این سپاهیه فکر میکنید دارید ضد تبلیغ میکنید این افتخاره و این افتخار اینجاست که پس سپاه پاسداران ثابت کرده در حوزه اقتصاد در حوزه بهران حفظ مملکت در حوزه هر حوزه ای که بگی دارن گن میزنن بقیه بخشا تپا میاد جمعش میکنه حتی در حوزه ورزش که ما در بخش تپانچه بادی 73 ساله اصلا کلا در المپیک المپیک 73 ساله ما کلا در المپیک در این رشته هیچ وقت جایزه نبردیم در دوران شاه هم جایزه نبردیم حالا هر چی میشه اینا خب خب بکنن دوران شاه آقا ما دوران شاه همه چی گل بل بل بوده تو این رشته ما جایزه ای نداشتیم پس نشون میده سپاه پاسران وقتی که تو هر چیزی ورود بکنه میتونه برای ما سربلندی بیاره شما فکر میکنید دارید ضد تب... چیز میکنید تبلیغ علیه سپاه و اینا تبلیغ میکنید این در حقیقت برای شما به ضررتونه این اتحان تبلیغ خود سپاهه که ایشون اگه سپاهیه چه بعد ایشون در سپاه که در بخش نظامی نیست در بخش پا... پرستاریه در همین داستانه کرونا ایشون جونش تو خطر بوده و این همه واقعا پرستاری کرده زحمت کشیده و این سطح پروپاگاندا جالب برای من بود و دیروز که ایشون جایزه رو برد اول از همه تو این جور مسائل کی نامش میدرخشه و فروش داستان که مسمسی دیگه اومده تویت زده این بیشرافت و میگه در روزهایی که به قلب و جان خوزستان شلیک میشه و قلب و جان خوزستان تبلیغ شادی کاذب نکنید یعنی تبلیغ شادی کاذب نکنید شادی کاذب نیست این این جایزه واقعی برده میگه جواد فروغی سپاهی و میگوید افتخار میکنم همپای فرماندهان سپاه دو سال سوریه بودم واقعا افتخار داره خب نه تو اف... افتخار کنه که همپای تو مثلا در کنار مایک پمپو بوده قبل مایک پمپو که تو کشور خودش هم دیگه آدم حساب نمیکنه افتخار کنه با شکنجهگر سازمان CIA در یک جا بوده بعد افتخار کنه دیگه رفته از کشور خودش در سوریه دفاع کرده تازه این بنده خدا بخش پرستاری بوده من نمیفهمم خانم علی نجات چی میگه واسه افتخار کنه که مثل تا تا چطور تا افتخار میکنی با مایک پمپو عکس انداختی این بنده خدا جونش تو خطر بوده تو سوریه افتخار نکنه میگه مدالش رو با افتخار به خامنه ای میده خب معلومه نه بس به کی بده بده به آقای الان جو بایدن بده یا به آقای ترام بده به کی بده تو خوشت بیاد مدالش رو باید به رهبر مملکت خودش تقدیم کنه به کجا تقدیم کنه تا حال کنی بگو تو که بارها جایزه <تص> جایزه حقوق بشری از اسرائیل و خیلی جا وقتی میگم حقوق بشر اسرائیل من نمیدونم دو تا واژه کاملا متناقض و اینا چگونه تونستن با هم دیگه خیلی جالبه میگن میمون هر چی زشتر عد اصولش بیشتر اسرائیل دیگه نقض حقوق بشر دنیاست یعنی نقض حقوق بشر همین یعنی الان شرکت شده دیگه با برافزار پگاسوس اومده از همه جاسوسی کرده بعد کشور مردم رو قصب کرده هزاران سند از جنایت های اسرائیل وجود داره و ده ها نهاد حقوق بشری داره که جایزه بین المللی اسرائیل در حوزه حقوق بشر رو به این و اون میده اصلا خنده داره خنده داره و این خانم مسیح نجات داره دو سه بار جوایزه حداقل یه بارشه که مطمئنم جوایز صلح اسرائیل رو رفته گرفته خب الان تو که میری از اسرائیل جایزه میگیری تو خوبی بعد مثلا این بنده خدا مثلا جایزه شو به خامنه ای میده بده به کی بعد تقدیم کنه جایزه رو؟ به اصلا تقدیم کنه به نهادهای حقوق بشری اسرائیل میگه کمپین اتحاد برای نوید حالا اتحاد برای نوید طرف اصلا به خاطر کشتی گرفتن که آقای نوید که قصاص نشده ایشون میگم اعدام نشده ایشون قصاص شد یه آدمو کشته بود و خانواده‌اش رضایت ندادن و نویده که به خاطر مثلا بحث ورزشش که مثلا چیز نکردن که احساسش که نکردن جان یک انسان را گرفته در قوانین ایران اگر جان یک انسان را بگیری خانوادش رضایت ندن شما هم جانت گرفته می شود قوانین ایرانه در آمریکا هم قوانین دیگری داریم در حداقل 28 ایالت آمریکا که شما زندگی کنید اعدام جاری است حالا من اتحاد برای نوی در حوزه ورزش یعنی چی میگه کمپین اتحاد برای نوی طی مکاتباتی خواستار تحقیق کمیته المپیک از جهت پس گرفتن این مدال چرا باید پس بگیرن چون ایشون نظامی البته که نظامی که نیست یک بخش نظامی پرستاره باید پس بگیرن خب در همین دور در المپیک چهار پنج تا ورزشکار رسما مال ارتش آمریکا حضور دارن چرا این خانم مسیح خفه نمیشه چرا خفه نمیشه اگه قراره اصلا مشکلی نداره نظامی باش میره تو المپیک شرکت حتی ایشون که نظامی که نیستش پرستاره ولی اگه نظامی باشه اصلا خود آقا فرماندار چیز آقای سلامی باشه آقای حاجیزاده باشه به کسی چه ربطی داره رفته میخواد توی این رشته شرکت کنه ایران فرستادتش المپیک همین الان از ارتش دلتا فورس آمریکا دو تا شرکت کننده گویا آمریکا داره توی این مسابقات المپیک چه مشکلی داره نظامی جماعت در مسابقات المپیک خانم علی نژاد عزیز می توانن شرکت کنند از اون عقب افتاده دوستت سامر رجبی بپرس داریم بزرگش میکنیم سامر رجبی رو. داریم به شال بیریم. و دیدم که اتفاقا گفتین سامر رجبی دیدم اینم توییت زده همون پنج گوله یه گوله یه گوله اینجوری داد و بیداد این مردم رفته بودن رأی بدن ابله میگه جمهوری اسلامی اولین مدال تاریخ رشته تیراندازی را توسط جواد فروغی گرفت این اولین مدال در رشته تیراندازی در زمان شاه و امروز کلیه یعنی محدود به چهل سال میشه میگه به هر حال برای از سال و چهل و چند سال تمرین و شلیک به سر و سینه جوانان میهن جوانان میهن جمهوری اسلامی وقتی که ادهی میرزن تو خیامو تحت تاثیر رسانه های ضد ایرانی مقدشون شسته میشه تا زمانی هم که کسی اسلحه نگرفته باشه اینا شلیک نمیکنه که فیلماشه که خدا رو سپاس من اینجا دیگه استناد میکنم به بی بی سی استناد میکنم به من و استناد میکنم به سعودی نشنال استناد میکنم به رسانه های لس آنجلسی در رسشون شهرام گدا فیلم هایی که خودتون پخش کردید استناد میکنم به اینستاگرام شما آقای سامر عجبی فیلم هایی که خودتون منتشر کردید اصلا میگم گور بابای جمهوری اسلامی فیلم هایی که خودتون پخش کردید از اقتشاشات 98 دیماه 98 دیدیم در اون اقتشاشات که چه اتفاقاتی افتاد درسته؟ آبان, نو... آبان 98 بود آبان 98 اون دیماه میشه مال 98 فیلم هایی که خودتون منتشر کردید که کسانی که ریخته بودن تو خیابون با ساتور با تبر با چاقو با قمه همه جای دنیا حتی اگر شما تو تظاهرات سلاح پلاستیکی پلاستیکی سلاح پلاستیکی دستت باشه در اروپا پلیس اروپا در تظاهراتی که اگه طرف با سلاح پلاستیکی یعنی یه تیکه پلاستیک رو دنبال پلیس کنه پلیس اجازه که تیراندازی داره در هر کدوم از کشورهای اروپایی آمریکا کانادا که هیچی ببخشید اصلا کمتر از این نشا تیراندازی میکنن اینجا بحث قنو و چاقو و تبر دادیم میکنیم در بهترین حالتش چون عموما خیلی از اینایی که اومده بودن تو این اختشاشات دیدیم که حتی اسلحه داشتن در بهترین حالتش قمه چاقو و تبر دستشون بود وقتی دنبال پلیس میکنی با هر آلاتی که میتونی باش خشونت بیافرینی پلیس اجازه شلیک داره آیه سام رجبی عزیز میگه این مدار خیلی هم دور از انتظار نبود باشه خودتون رو من دیدم خیلی ناراحتن این جماعت از این مدال خوب ناراحت بشید از موفقیت ایران اینقدر ناراحتن ولی خیلی جالب برای من بود چون در این دور حتی اینا به آقای اسقر فرهادی هم حمله کردن یعنی اسقر فرهادی خیلی جالب بود اومده ایران دیدم بنر براش زدن اینا گفتم <تصفح> طرف رفته به کل دنیا گفته کشور من کشور مزخرفیه کشور داغونیه کشور بدبختیه کشور سیاهیه و تو ایران هم براش بنر میزنن دمت گرم رفتی تو دنیا اینو گفتی کاری ندارم حتی اسخر فرهادی که جوایزش کاملا سیاسیه و به عقل ناقص این جریانات برانداز نمیرسه اسخر فرهادی که جایزه سیاسی گرفته و جایزه گرفته به خاطر دشمنی با ایران به خاطری که ایران رو در دنیا سیاه نشون داره، حتی دیدم اپوزیسیون این جایزه رو هم نتونست تحمل کنه به اسخر فرهادی هم حمله کرد عجب یعنی اپوزیسیون میگه آقا هیچ موفقیتی در حوزه ورزشی در حوزه علمی در حوزه هنری ولا اون هنر هنر اسخر فرهادی باشه که علیه کشورش باشه ولا با به این هنر یعنی چون تهش بالاخره اسخر فرهادی ایرانیه هیچ جایزه ای رو ما نباید ما اپوزیسیونی هستیم وطن پرست مبلغ تحریم آمریکا مبلغ فشار گذاشتن مردم ایران بابت تحریم ها و غیره و ما وطن پرستیم ولی چشم نداریم شما جایزه ورزشی ببرید چشم نداریم شما جایزه هنری و علمی ببرید حتی اون هنر اگه هنر سیاه اسقر فرهادی باشه خیلی نکته ظریفیه حمله رو به اسقر فرهادی داشتید خیلی جالب بود یعنی اینا کلا میگن تو هیچ حوزه ای ولو به بعد ولو به بعد ایران نباید جایزه بگیره اینا ایران ستیزن همین سال بارها گفتن اصل جنس ایران ستیزن جواد فروغی رفته با هر اعتقادی میتونه اعتقاد من باشه میتونه نباشه ولی مملکت برای اولین بار برای از سه سال جایزه آورده مدال طلا آورده دارن خدای من دارن میگه مکاتبه داریم میکنیم چیکار کنیم رو پس بگیرن پس گرفتن این مدال مکاتبه دارن میکنن با المپیک برای پس گرفتن این مدال خانم علی نژاد میتونه ایرانی باشه حد درصد ایشون آمریکاییه یه آمریکایی بی شرافت چون آمریکایی‌ها خیلی مردم و آمریکا انسان‌های با شرفی هم هستن ما با مردم آمریکا که مشکلی نداریم خیلی از مردم آمریکا مردم اروپا انسانه با شرف میان. این مدل بی شرفه بی شرف میتونه مدل ایرانی باشه ای آمریکایی یه آمریکایی بی شرفه داره میره مکاتبه کنه با ادارتی المپیک با کمیته المپیک که مدال طلایی که اولین بار ایران به دست گرفته رو یه کاری کنه پس بگه نه همین حرفش الان که باشه سگ کی باشه این غلطا بکنه یعنی همین که این حرفو داره بیان میکنه خط کشی ها روشنه مطمئنا ما کنار اینا نمیتونیم بیسیم تا آخرش ببینید اینجا دیگه جای گفتگویی باقی نمیمونه ببینید شما یه زمانی ما میگیم آقا خیلی مشکلات با گفتگو حل میشه ما با اپوزیسیون هیچ گفتگویی دیگه نمیکنیم قرمت ها شکسته خطا مشخص شده صفوف از هم دیگه جدا شده و جبهه حق و باطل لحظه به لحظه داره عیانتر میشه و مسائلم. همچون نور خورشیدی بهش تابیده انقدر روشنه و انقدر واضحه دیگه نیازی به گفتگو با اپوزیسیون و کسانی که فریب خوردن نیست حت مشخصه یا این ور جوبی کنار ایران و ایرانی هستی یا اون ور جوبی کنار مایک پیمپو و کنار مسیح النجاد و نامنگاری به کمیته المپیک برای پس گرفتن مدال ایران برای اولین بار و اینا هستی حتی تو مشخص کن در این خط گفتگویی وجود نداره اونا اون ورن ما این میجنگیم می جنگیم به خاطر شرافت به خاطر بودن ایران برای حفظ ایران اونا می جنگن به خاطر پولی که براشون پرت میکنن تو دستشون البته به جز پول انگیزه اقدم دارن به خاطر اقده هایی که سر تا پای وجودشون گرفته اقده ای شدن در کنارش انگیزه پول هم هست بجنگید جنگید نداره مطمئن باشید ولی همیشه ایران بوده هست و ایران توسط شما در طول تاریخ خانه مسیح ایران ستیز مثل تو زیاد بودن ولی ایران مونده مطمئن باشید ایران بازم میمونه و مطمئن باشید در این جنگ ما ایران پرستان در برابر شما پیروز خواهیم زنده باشید این برنامه رو میبندم پاینده ایران بدرود